فصل چهارم نسبین غربازان در مساف با موجهای آمون زون شمال شرق و زون شرق افغانستان در اول بازی موقعیت داشتن بازیکنان نسبین غربازان که گلزنی کنن اما این اتفاق رو نداد. بالاخره در دقیقه 23 فهیم افکار گلزنی کرد و یک در مقابل صفر تیم نسبین غربازان پیش انداخت. دوباره بازیکنان موجهای آمون هم فرصت‌های متعدد را از دست دادن و این هم موقعیتی بود که مسعود خاری‌زاده ضربه را زد و زهیب اصیل توپ در اختیار گرفت. سپس موقعیت دیگری که خیلی اعتراض هم داشتن بازیکنان موجهای آمون که گل زدن و گل البته توپ از خط عبور کرد که گل گرفتن نشد و گل پذیرفتن نشد و هم نتیجه 1-0 باقی ماند. دوباره کارنر بر بازیکنان نسبین غربازان که منان فراهی ضربه سر زد و محبوب الله کاکر توپ در اختیار گرفت. و این هم آمار ارقام بازی شد در 11 در مقابل 8 4 در مقابل 3 کارنرها 4 در مقابل 5 خطاها 4 در مقابل 11 آفساید 1 در مقابل 1 51% مالکیت توپ نسبین غربازان و 49% موجهای آمو توپ در اختیار داشتند. لحظات برتر این دیدار رو می‌بینیم. فهیم افکار گل دوم به ثمر رساند. این گونه تیم نسبین غربازان در مقابل موج‌های آمو زون شمال شرق افغانستان در مقابل زون شرق افغانستان. فهیم افکار دو گل در این دیدار به ثمر رساند. 2-0 نسبین غربازان را پیش انداخت. سپس مسعود قاری‌زاده ضربه سر زد. اینجا عبدالمنان فراهی گل به خودی زد در دقیقه 59 و 2-1 ساخت نتیجه را. خوشحالیه بازیکنان موجهای آمو و مسعود قاری‌زاده کاپیتان تیم موجهای آمو. این هم ضربه آزاد خیلی مقبول از غلام حضرت نیازی که با درخشش این دروازه‌بان به بیرون رفت و ضربه کارنر به دست آمد. عبدالمبین رسولی توپ دور کرد و پنالتی به دست آمد و هدایت الله احمدی در دقیقه 90 پنالتی را به گل تبدیل کرد و 2-2 شد و امتیازها را هر دو تیم تقسیم کردند. یک امتیاز موجهای آمو، یک امتیاز نسبین غربازان. خب این هم آمار ارقام بازی 2-13 شد در مقابل 17 شد، 5 در مقابل 7 شد به گل، 5 در مقابل 9 کارنر، 5 در مقابل 11 خطاها، آفساید 1 در مقابل 5، 50% مالکیت توپ موجهای آمو در اختیار داشت و نسبین غربازان هم 50%.